خواهشم از بچه های ایرونی مقیم ایتالیا در فلورانس و در همه شهرهای دیگه که حضور دارن اینه که خسته نشن، صحنه رو ترک نکنن، نترسن. مردمی که جلوی گلولن نمیترسن، همشون فریاد میزنن نترسیم نترسیم، ما همه با هم هستیم. این واقعا گمشده ما بوده. ما ملت آگاهی هستیم ولی میترسیدیم، چون دریای ایران قطره قطره شده بوده. الان این روزها این قطرات چسبیدن، دوباره اون دریا پیدا شده، ما روح جمعیمون رو پیدا کردیم. اگر ما ادامه بدیم تظاهراتمون رو جلوی سفارت ها، لابی کنیم مسئله مردم ایران رو با اعضای پارلمان، با وزرای دولت، با خبرنگارا، و از دنیا بخوایم احمدی نژاد رو به عنوان رئیس جمهور کودتا بشناسن نه به عنوان رئیس جمهور ایران، ما موفق میشیم. مارکز میگه که من یه عمر فکر میکردم موفقیت رسیدن به قله است، حالا فهمیدم رفتن به سمت قله موفقیته. ما موفق شدیم. ما مردم یک تاریخ 30 ساله افسردگی پیدا کرده بودیم. این افسردگی اجتماعی ما یخش آب شد، ما دوباره همدیگر رو پیدا کردیم. الان تو ایران با اینکه سرکوبه، مردم با هم مهربون شدن، دوباره یک کسی موتورش آتیش میزنه تا با آتیش موتورش جلوی گاز اشکاور رو بگیره، دوباره مردم برای هم فداکاری میکنن. خودتون میبینین تو خارج از کشور همه گروه ها اسما رو گذاشتن کنار، اختلاف های گروهی رو گذاشتن کنار، همه دارن یک صدا حرف میزنن. رأی ما چی شد؟ ما میخوایم دوباره رأی بگیریم، ما میخوایم حق انتخاب سرنوشت خودمون رو داشته باشیم. من فکر میکنم هر ایرانی تو داخل ایران یه فرمانده است، یه ستاده، هر ایرانی تو خارج از کشور یه سفیر، یک خبرنگاره. همونجوری که هر ایرانی که شهید میشه هم شهیده هم خودش خبرنگاره، با موبایل فیلم میگیرن میفرستن رو یوتیوب. ما باید از رو یوتیوب اینا رو برداریم، روی صفحه لینک کنیم، به خبرگزاریا بفرستیم. شاید کارمندای خبرگزاریا انقدر نتونن اینا رو از لابلای این همه فیلم پیدا کنن. ما باید این گپ وسط رو پر کنیم، یعنی اخبار و شهادت از اون ور میاد، این طرف مدیا وجود داره، ما این دوتا رو به هم وصل کنیم. ما باید ادامه بدیم. جمعه شب هم برای شهدایی که نتونستن حتی مراسمشون رو بگیرن، در سرتاسر دنیا به وقت غروب آفتاب قرار شمع روشن کنیم و بغل عکس شهدا برای اونا عزاداری کنیم. به نوعی متناسب با اون فرهنگ انگار شام غریبان آزادی و دموکراسی ایرانه. مردم ایران هم قراره که جلوی در خونه ها، روی پشت بوم ها الله اکبر بگن و شمع روشن کنن. این الله اکبر شعار مذهبی نیست، این واژه مشترکی است که وقتی مردم بهشون خیلی فشار میاد فریاد میزنن. رنگ سبز هم سبز آقای موسوی نیست، این یک نمادی است مربوط به همه جنبش. ماها حامیان جنبش مردم ایرانیم. هیچ کدوم ما متعلق به هیچ گروه و دسته ای نیستیم، اما همه با هم دیگه باید یک حرکت جمعی بکنیم. در مقابل ما احمدی نژاد، خامنه ای و دیکتاتوری 30 ساله ایرانه. ما میخوایم یک گام به سمت دموکراسی بریم جلو، از مبارزات غیر خشونت آمیز، چیزی شبیه اونچه گاندی در انگلیس انجام داد، چیزی شبیه اونچه که ماندلا انجام داد، و از دنیا میخوایم احمدی نژاد رو به رسمیت نشناسن، از مدیای دنیا میخوایم به سخن مردمی که تو خیابونا کشته میشن گوش کنن. درود بر شما، منم با شما، شما هم با ما، این ما همه با مردم ایرانیم.